در تاجیکستان زیاد از 30% اهالی نیم گرسنه‌اند. تاجیکستان تشکیل نمودن پارتی‌های اسلامی سیاسی را منع کرد. ازبکستان مکتب‌ها بدون گرمکنک‌اند. در ازبکستان 17,000 انسان با توفیل اسلام از آزادی محرومند. در کشورهای آسیای مرکزی 5.6 میلیون انسان نیم گرسنه‌اند. در این خصوص 4 دکبر برنامه آذوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد در معرضه وضعیت کار در سمت امنیت آذوقواری و غذا در اوروپا و آسیای مرکزی 2017 پیشنهاد نمود. خبر می‌دهد آژانسی اطلاعاتی فرغانه. تعداد بیشتری نیم گرسنگان در تاجیکستان دیده شده است. 2.6 میلیون انسان یا اینکه زیاد از 30% اهالی می باشد. برای شرایط نیست ماشین شیر می کنید پولی افتا می برند خود شما داره چه طبیل زندگی پیش می برند. در ازبکستان باشد 1.9 میلیون 6.3% انسان نیم گرسنه‌اند. در قرقیزستان 0.4 میلیون انسان 6.4%. در ترکمنستان 0.3 میلیون انسان 5.5% را تشکیل می دهد. عین زمان وضعیت در منطقه خیلی دشوار بوده، نشاندادها فعلا تغییر نیافته است. در مدتی 10 سال وضعیت در ترکمنستان بد شده است. اگر در سال 2005 تعداد نیم گرسنگان 4.6% اهالی را تشکیل کرده باشد، سال 2016 نشان دادی مذکور 5.5% را تشکیل کرد. باید قید نمود که حالت فلاکت‌آوری گومانیتاری در منطقه به مستبدان آسیا برای آبرو و خوشنودی شخصیشان صرف کردن پول زیاد مانع وجود ندارد. مثلا سال 2017 برای گذرانیدن بازی های ازیاده در شهر اشقاباد رئیس جمهور ترکمنستان قربانگولی بردی محمدوف 8 میلیارد دلار صرف نموده شهرک اولمپی ساخته است. مانند این در تاجیکستان نیز روی می دهد. هر یک تشریفی رئیس جمهور رحمان به منطقه های کشور بودجه محلی به خراجات های افسانوی روبرو می گردد که برای گذرانیدن چاره‌بینی های ایدانه به خاطر تشریفاری گویا پیشوای ملت مصرف می شوند. палатаи поёни парлумони тоҷикистон маҷлиси намояндагон ба қонун дар бораи озодии виҷдон ва иттиҳодияҳои динии ҷумҳурии тоҷикистон ислоҳот даровард ва ташкил кардани ҷамъиятҳои диниро дар кишвар расман мамнӯъ гардонид. طبق اصلاحات ها تحصیلات دینی منبعد در تاجیکستان تنها در دانشگاه های عالی دولتی گرفته می شود. در این خصوص بر رادیوی آزادی دپوتات پارلمان جبار احمدوف سنه 6 دکبر خبر داد. باز یک اصلاحات در قانون درباره آزادی وجدان و اتحادیه های دینی جمهوری تاجیکستان با دولت برای برتری داشتن آیدی تشکیل نمودن سیاست دینی در کشور امکانیت باز هم وسیع تر فراهم می آورد. اللکه چند سال پیش دولت وظیفه اداره نمودن سمت دینی را به دست خود گرفته است. عین زمان دولت شورای علمای تاجیکستان را پر را نظارت میکند. تایی چند سال اخیر است که رژیم رحمان منتظم به مردم تاجیکستان برای رعایت نمودن دین مانعهای نو به نو ایجاد میکند. با بهانه مبارزه علیه تروریسم و اکستریمیسم قانونهای بی‌معنی وارد مینماید. همین طور حکومت موضوع های خطبه روز جمعه و اتستاسیه امام خطیبان را بر عهده خدمات دولتی سپرد. اینچنین رفتن نماز جمعه با کارمندان دولت ممنوع کرده شد. غیر از این در مسجدهای کشور ویدیو کامیراهای نظارتی گذاشته شد. به شخصان سینو سالشان از 40 پایین است حقوق ادای حج منع کرده شد. بزنها با روی مال سطر گشتن ممنوع است.
با مردان سین و سالشان از 50 پایین است گذاشتن ریش من کرده شد. در مکتب های میانه ازبکستان گرمکنی بناها را بر عهده خوانندگان گذاشتند. آزادی با ساکن شهر اندیجان تکیه نموده خبر داده است که راهبریت مکتب به خوانندگان سپارش داده است که هر یک خواننده یک خلطه هیزم یا اینکه انگشت بیارند یا که به ماموریت مکتب به مقدار 20,000 سوم پرداخت نماید. علاوه بر این کسانی که به قرار مذکور اطاعت نکند، چنین خوانندگان را راهبران صنف در نزد همه شرمنده کرده نسبتی آنها فشاری پسیخالوگی میگذارانند. چی طوری که ساکنی محلی به خبرنگار گفتند که هر ماه هر یک خواننده باید یک خلطه هیزم یا اینکه انگشت به مکتب بیارد. راهبریت مکتب به ما میگوید اگر شرایطی آوردن هیزم یا انگشت را ندارید، بگذار پولش را پرداخت نمایید. سه فرزندم در مکتب تحصیل میگیرند. اکنون من باید برای هر یک فرزندم یک خلطگی هیزم یا انگشت گرفتنم لازم یا اینکه 60,000 سوم پرداخت نمایم. اگر طلبات مذکور را اجرا کردن نتوانم، طبق گفته های فرزندانم آنها را در نزد همسینفانشان شرمنده میکنند و میگویند پدری تو حدی اقل یک خلطه هیزم به مکتب آورده نمیتواند. مگر ماموریت مکتب این معما را حل کردن نمیتواند؟ تو به کی خراجات های مکتب را به عهده میگیریم؟ شکایت میکند یکی از والدین. مشاهدان قید میکنند که معمای تأمینات مکتب ها در ازبکستان سالهای دراز دوام یافته استاده است. تعجب آور آن است که دولتی که یکی از بزرگترین صادر کننده گاز طبیعی در منطقه بوده 40% اهالی بدون گاز طبیعی زندگی به سر میبرد. حالت مذکور را چنین معنی داد کردن ممکن است که فروختن گاز طبیعی به اهالی خود برای حکومت ازبکستان منفعت آور نیست. بنابراین گاز را به دولت های سیوم یعنی به خارج فروخته اهالیش را از احتیاج های معیشی زیرین محروم می سازد. در مراسم سپاریدن جایزه های دولتی رئیس جمهوری ازبکستان شفکت مرزیایف برآمد کرده گفته است که امروز شماره انسان‌های ادای جزا نموده استاده در زندان‌های ازبکستان از 57,000 نفر گذشته است. 17,000 ادشکنلردن اونو بیچاره‌سی پیشانه‌سیگه تمغه قویب اونو در برابر این علیحدہ قید نمود که 17,000 نفر با عیب‌های دینی از آزادی محرومند. اینچنین میرزیایف در برآمد خود قائل شد که اکثریت محکوم شدگان در ازبکستان با عیب‌های ساخته روانه زندان شدند. یادرس میکنیم که کشور ازبکستان در جهان یکی از کشورهای پیشصف در ساحه محروم ساختن از آزادی با عیب های دینی به حساب می رود. طرف دیگری نظام اداره کارهای اصلاحی ازبکستان در آن است که شرایط غیر انسانی محبوسی و شکنجه دهی می باشد که از طرف رژیم نسبت محبوسان سیاسی کرده می شود. تا حال تشکیلات های بین الخلقی حمایتگران حقوق انسان حالت مذکور را به تفتیشات و بهادهی حقیقی داده نشده است.